اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. ز احمد تا احد یک میم فرق است، جهانی اندران یک میم فرق است. بحث مقدمه گلشن راز بود. پس از بحث توحید و نعت خداوند به بحث نبوت و نعت حضرت ختمی مرتبت رسیدن، که حضرت ختمی مرتبت به عنوان انسان کامل همه جامع همه صفات کمالی خداوند است که در احد اینها باطن است و مخفی است، در احمد ظاهر می شود و ظهور پیدا می کند. یعنی به برکت و به واسطه احمد عالم ظاهر می شود، جهانی اندران یک میم غرق است. یعنی همه جهان از احد، در احد به شکل باطن حضور دارد، در احمد به واسطه احمد که حالا فیض اقدس و مقدس باشن، حقیقت محمدیه باشن، هرچه صادر اول باشن به تعبیر فلاسفه، این کل هستی در این میم احمد هستش و غرق می شود. و این میم احمد یک نوع البته تعین کلیست، وجود منبسط است، ولی باز هم یک نوع تعین از احده، که گفتم تعین ها اضافاتی هستند که خب منتها نه به این معنا که چیزی در کنار احد اضافه می شود. گفتم مقید اضافه دارد بر مطلق، ولی اضافاتی که اعتباری مقید همون مطلق هست. به هر حال جهانی اندران یک میم غرق است، و گفتیم که میم هم حالا به تعبیری عدد 40 که به ابجد 40 میشه، ابجد این 1 2 3 4 حبز 5 6 7 حتی 8 9 10 یا 10 هست، حتی کلمه، کاف 20 است، لام 30 است، میم 40 است، نون 50 است. میم 40، این به اصطلاح عدد 40 عدد کامل است. اون وقت حالا آمدن که مراتب هستی رو از بالا تا پایین، از به اصطلاح فوق عرش تا برسد به عالم عناصر و ماده و اینها 40 تا شمردن، ولی به هر حال ایشون میفرمان که ز احمد تا احد یک میم غرق است، جهانی یعنی همه 40 مرتبه انداران یک میم غرق است. بر او ختم آمده پایان این راه، در او منزل شده ادعو الالله. حضرت ختمی مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم به اصطلاح هم اولن به حساب حقیقت محمدیه، هم خاتمن به حساب صورت خاتمیتشون، که بر او ختم آمده پایان این راه، این راهی که از اول تا آخر که فرمود یکی خط است از اول تا به آخر، یک خط از اول تا به آخر، همه انبیا توی همین خطن، بر او خلق جهان گشته مسافر، در این راه انبیا چون ساربانن، انبیا مانند ساربانن، ساربان اون شتربانه که نفس شتری ما رو مهارش رو در دست دارن، کنترل میکنن، ولی در این حال جان ما رو هادی هن، دلیل و رهنمای کاروان هن. خب یه به اصطلاح شتربان داریم، یکی اون کاروانیان که جان ما رو هدایت میکنن، نفس ما رو کنترل میکنن، ساربان هستند و دلیل را. خب یه خط از اول تا و آخر که همه از مشکات حضرت ختمی مرتبت
ظهور دارند که یکی خط است از اول تا به آخر، گفتم جای دیگه هم دارند که بود نور نبی، نور حضرت ختمی مرد بود نور نبی خورشید اعظم، گه از موسی هویدا گه از آدم. یه نوره اول ما خلق الله، این نوره گاهی از موسی هویدا است، حالا کلهم یک نور واحده، گاهی از آدم یا نوح یا هر کس دیگری، ولی اون کاملترینش که دیگه ختم همه اینهاست و ظهور کامل به اصطلاح اسم خداوند معلم و مزکی و به نحو اتم و تمام در خاتم پیدا می شود که برو ختم آمده، پایان این راه، پایان این راه در حضرت ختمی مرتبت ظهور پیدا می کند. در او منزل شده ادعو الالله، قل هذه سبیلی ادعو الالله، این راه من است. پیامبر بگو که من دعوت می کنم که به خدا الله. حالا اینجا ادعو الالله استفاده ای که شیخ محمود شبستری می کند، خداوند اسماء بی نهایت به یک معنا داره، حالا بعضی گفتن 99 تا، نمیدونم 100 تا، 1000 تا، خب که مثلا دای جوشن شما اسماء خداست دیگه، لذا الاسماء الحسنا، حاجی سبزواری هم اسم شرح دای جوشن رو گذاشت چی؟ شرح الاسماء الحسنا، 1000 تا مثلا فرض کنید که اسم، ولی از ترکیب این اسما اصلا بی نهایت اسم خدا داره. منتها اسم اعظم خدا که جامع همه اسماء دیگه هست، همه اسماء درش منتویان، اللهه. خب خدا رحیم، غفور، ودود، ستار، همه اینها هست خداوند تعالی، اما اون اسم جامع که همه اینها درش جمعند و نهفته هست، اللهه. خب انبیاء و اولیاء به اسماء مختلفی دعوت می کردن، حالا 124 هزار تا که داریم کمتر بیشتر، یه اسم غالب بوده درشون، ممکنه به اسماء دیگه هم دعوت، ولی مظهر یک اسم از اسماء خدا بیشتر بودن اون انبیا، ظهور بیشتری داشته یه اسم درشون. ولی در حضرت ختمی مرتبت ایشون عبدالله هستند، خب عبدالله هستند که شما هم شهادت میدید روزی چند بار، حالا حداقل 5 تا 10 تا که شهادت میدید اشهد ان محمد عبده و رسوله، خداتون میشه کم و بیشتر شد. این به اصطلاح عبدالله هند، یعنی ایشون به الله که اسم جامعه ادعو دعوت می کند، من دعوت می کنم به اسم جامعه. یعنی ببینید بر هر پیامبری صلی الله علیه و آله و سلم و بر انبیاء علیهم السلام یه اسم یا چند اسم غالب هست و به اون دعوت می کند، زمانی باشه مکانیه، اما ایشون آقای این شیخ محمود شبستری میخوان بگن که بر حضرت ختمی مرتبت اسم الله غالبه، یعنی که هیچ کدام، چه به اصطلاح اشداء علی الکفار رحماء بینهم، یعنی این بحث که هر همه جنبه های اسماء خدا که در الله نهفته، این بایستی پیغمبر خاتم باشد که بالاخره هر چی شما بخواید تو اسم الله نهفته. پس ایشون خاتم است، در او منزل شده از او الالله که جامع همه اسماء خدا و صفات خدا هست که در حالت تعادل هست. البته رضوان خدا به مرحوم آقا، چه توش غیرت چه توی رحمت، از موسی و عیسی علیه السلام خیلی خیلی شدیدتر هستند.
یعنی غیرت حضرت ختمیت. اینجور نیست که میگیم حالا تعادل داره، یه درجه از موسی پایین تر، یه درجه از عیسی پایین تر، به تعادل برسن. نه، همه اونها را هم با در شدیدترین وضعش دارد حضرت ختمیت. و مقام دلگشایش جمع جمع است، جمال جانفزایش شمع جمع است. مقام دلگشایش، ما یک حال داریم، یک مقام داریم در عرفان، در معنویت. حالا این چیزی که حضرت ختمی مرتبت داشتن مقام است. حال اون به اصطلاح حالت معنویه که برای انسان پیش میاد، ولی راسخه در نفس نیست، زود از بین میره، زود گذر است، قابل رفع است، ریشه دار نشده، راسخ نشده. خب همین اصطلاح میگیم که حال خوبی گیره اون اومد، فرض کنید که بین خودمون این حال هست که حالا شوخی هم میکنیم، اونی که میشه بگیریش از طرف حال گیری بکنی، این حاله که میشه حال گیری بکنی. وگرنه اگر که میگه حال اون گره، اگر کسی مقام داشته باشه، مقام قابل گرفتن و از جا در رفتن نیست. در مسائل عرفانی، اون سفرهایی که گفتیم، یک کسی سفری دارد که من الخلق الی الحق، یعنی فانی در حق میشه، درسته؟ این به اصطلاح حق رو دیده ولی خلق رو ندیده، حق رو دیده ولی خلق رو ندیده، یعنی رفته به مقام وحدت. در وحدت چی هست؟ چی میبینی؟ یک چیز، غیر یک چیز نمیبینی. این وحدت، به این مقام فرق بهش میگن، که مقام فرق است. یعنی این فانی شده در وحدت و فقط وحدت بین است. یک کسی هست که مقام جمع داره، یعنی با خلق، خلق رو میبینه، کثرت بینه، این مقام جمعه، درسته؟ خب یک کسی حق رو میبینه که فرق است و وحدت است، کثرت رو نمیبینه. یک کسی میاد کثرت رو میبینه، خدا رو اون موقع با این کثرت حالا نمیبینه دیگه، یعنی در جمع است. این مقام کثرت است. اما مقام جمع الجمع اینه که تونسته جمع بکنه هم بین حق و خلق، یعنی هم وحدت را ببیند، هم کثرت را ببیند، هم اون در عین فانی بودنش باقی بالله بودنش هم باشد. پس این بهش میگن مقام جمع الجمع، هم به اصطلاح وحدت خدا رو ببینه، هم صفات خدا رو که کثیرن ببینه، هم خلق رو هم که تجلیات خدا هستن ببینه. این کار هر کسی نی. خیلی از اولیا هستن که نمیتونن، هستن که بتونن حضور داشته باشن در خلق، از حق هم جدا نباشن. اینه که میبرن حالا گوشه‌ای، زاویه‌ای، نمیدونم خانقاهی، کوهی، جایی مثلا، این به اصطلاح که با خدا باشند و، اما این که در میان خلق باشند و هم خلق رو ببینند، هر دو، هیچ کدام از دو طرف رو از دست ندن، خلق هم بالاخره همون جلوه حق است، هم اونجا حضور داشته باشن، هم اینجا، خب هم در ملکوت باشن، هم توی ناسوت باشن، هم کثرت رو، این مقام جمع الجمع خاص ولی بزرگ خداست که حضرت ختمی مرتبت و امیرالمومنین علی علیه السلام اولاد معصومینشون که به تبع حضرت ختمی مرتبت هستن. این مقام جمع الجمع است که ایشون دارن. مقام دلگشایش، خب حالا این کلمه دلگشا رو هم که ایشون گفتن، حالا مثل این باب دلگشا که شما میگید، که یه وقت هست که قبضه، یه وقت بسته، یعنی
اگر که کسی اون ور باشه، اون ور باشه و اون ور باشه یعنی با خدا باشه و فقط توی اون حالت وحدت باشه، در مقام فرق باشه، حالت قبض داره، یعنی نمیشه بهش نزدیک شد. درسته؟ یعنی یه قبضی همچین داره که اون جلالت خدا اونجا هست و اصلا ما میسوزیم اگر که نزدیک بشیم. این حالت قبضه. یه وقت نه، حالت بست داره، یعنی که از اون بالا آمدن با خلق همراه هستند و بسته که میشه نزدیک شد و اینها. حالا این مقام جمع الجمع حضرت ختمی مرتبه در اینه که فانی فلاح هستن، باقی بالله هستن، این دلگشاست، یعنی حالت اینه داره که افراد که هر کسی که بخواد بیاد بنشیند کنار ایشون دلش باز میشه، یعنی این میگیره با همش اون همراه هست. رضوان خدا به مرحوم آقا، عرض کردم که مثلا این توان آقا که موقعی که تدریس میکردن کامل واضح بود دیگه، چون هر کدام از افراد یه جورن دیگه، یک به اصطلاح سرشتی دارند. خب و ایشون با هر کسی مطابق سرشت خودش برخورد. یعنی شما چشم آقا که مثلا میدیدید فرق داشت وقتی که به شما نگاه میکردن یا به شما نگاه میکردن، یعنی این به علت اون بستی بود که داشتن و میتونستن همه رو اداره بکنن. حالا یه وقت البته مواردی هم بود که آقا در قبض بودند و اینها، ولی این اواخر دیگه اصلا اینجور نبود که حتی تو روز آخر آیات مبارکشون اون کامل واضح بود دیگه، یعنی خود که بعد از این نور به آفاق دهم از دل خیش که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد، یعنی دیگه اون حالت بست که مقام دلگشا بود که همینجا نشسته بودن. خیلی گفتم یه بار براتون، درست روز آخر بود که اصلا آدم باور نمی کرد دیگه، با هر کسی یه چیز می گفتن، حکایاتی می گفتن، از اسرائیلیات مال بهار می گفتن، می خندیدن، بعد می گفتن که این اسرائیلیات تخم مرغابی گذاشته بودن زیر پای مرغ که در رفته بود، مرغابی ها رو آورده بودن همراه مرغه، صدای این آصف کمال، صدای آصف کمال رو زدن که اینو آوردن، بعد بچه مرغابی ها ریزه بودن از تخم در اومده بودن، اینا می رفتن تو آب شنا می کردن، بعد مرغه وای می ساد مادرشون بود دیگه، دعواشون می کرد، جیغ و دادی را می داد که الان غرق می شید چیه فلان، آقا هم می خندیدن اصلا. که برای خود من مثلا این بود که دیگه چقدر آزادی روح دارن و با همه یا اینهایی هم که نشسته بودن هر کسی هر جوری بود میتونستن برخوردی داشته باشن که مطابق نفس خود او. حالا این مقام دلگشای حضرت ختمی مرتبت اینجوره، یعنی که میلیارد آدم بیان سراغ حضرت ختمی مرتبت، چه در حیاتشون چه در مماتشون، جمع است، با همه میتونن همراه باشن. جمال جانفزایش شمع جمع است، اون جمال حضرت ختمی مرتبت که جان آدمی رو افزایش میده، شمع جمع است، یعنی این شمعیه که نور میده به همه اونهایی که اطراف ایشون جمع شدن. یعنی این که حضرت ختمی مرتبت جمیله، خب اون جمال معنویشون ما مرادمون هست. این که گفت سعدی رحمت خدا برش که ماه فرو ماند از جمال محمد، خب حالا این مدعاها و اینا که اینا رو نمی فهمن دیگه، میگه خالشون زلفشون اینجوری بوده، خال راجب حضرت اول فرض و اینها هم همین میگن دیگه که چشم شهلا و خال نمیدونم رحم خال رعنا که نیست، قد رعنا و خال چیچی و این نیست که حالا این جمال حضرت ختمی مرتبت، بله حالا اون ظاهر قضیه، اما جمال یک جریان معنوی هست که توی چهره هم اون کشش و جاذبه رو داره. خب
لازم نیست که حالا این چشمه مثلا بگید شما حتما اینجوری بوده، خاله اونجوری. جمالشون، جمال جانفزایش شمع جمع است، خب میکشونه دیگه. یعنی جمال جاذبه داره که افراد، همون جمال الهیه دیگه. خدا خال داره، چیش و ابرو داره، خب نه در خال و چیش و ابرو هم ظهور میکنه، ولی این جمال حضرت ختمی مرتبه این خود جمال خداست که ان الله جمیلون و یحب الجمال. مثلا کسانی که به عشق مرحوم آقا بلند میشدن میومدن اینجا، خب این جمال هست که میکشونه. ولی یعنی چی مثلا فرض کنید که این جماله حالا ما بخواهیم توصیف کنیم چه مثلا، ولی خب شما نگاه چشم آقا میکردید دریای از زیبایی میدیدید که مثلا هست. پس این جمال جانفزایش شمع جمع است، یعنی اون جاذبه‌ایه که ایشون صفت جمال خدا هستن و البته جلال خدا رو هم دارند، این نوریست که جمع رو جمع میکنه به این اطراف. شده او پیش و دلها جمله از پی، گرفته دست دلها دامن وی. خب فرمودن که ساربانن و دلیل و رهنمای کاروانن دیگه، لذا اونشون پیش افتادن در هدایت به سمت خدا. قل هذه سبیلی ادعو الالله، دعوت میکنن به خدا. ایشون از پیشن و دلها جمله از پی. اونایی که دنبالشون میاد دلها دیگه هست، که دلها از پی ایشون هست، یعنی ایشون راهنما و دلیل چی هست؟ دلها. که دلها رو گرفته دست دلها دامن وی، دست دلها هست که چنگ زدن به واعتصمو به حبل الله، که به دامن حضرت ختمی مرتبت که ما رو بالا بکشه و از ایشون مثلا بخوایم، از حضور ایشون بخوایم که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، اگه خدا رو دوست دارید که دوست می‌دارید از من تبعیت کنید که حضرت ختمی مرتبت هم تا خداوند شما رو دوست داشته باشه. این حرکت یعنی گرفته دست دلها دامن وی، این دلها رو ما در پی حضرت ختمی مرتبت روانه کردیم که دامن ایشون رو گرفته که به برکت ایشون بالا بریم. اینم حالا آخریش رو هم دیگه بگیم که سعدی حالا در این راجع به حافظ که خب بحث این که ولی خداست و تشیعش و همه اینها محرزه که مرحوم آقا هم خب مفصل دیگه راجع به حضرت شمس الدین محمد حافظ صحبت کردن. راجع به سعدی آقا حالا خیلی مسائل رو باز نمیگفتم، ولی من یادمه که همیشه این به اصطلاح شعر از یکی از غزلهای زیبای سعدیه که گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. اینو آقا همیشه میخونده، حالا بدون به اصطلاح دانشگاهی ها ریفرن که از سعدیه. گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. حالا این مسائل هم داره که سعدی اگر جوانی کنی و مستی، عشق محمد بس است و آل محمد، ما فرو مانه در جمال محمد، این که داره. یه بیت هم داره که دیگه اصلا واضح میکنه، یعنی بابا هر کی هر چی حالی شده، این البته فرمول آقا بود که میفرموده هر کی از عطار بگیر سنایی نظامی، هر کی هر چی حالی شده به برکت ائمه اطهار بوده و یعنی شیعه است عملا، حالا ولو که ظهور نداشته باشه. یه چون حالا گرفته دست دلها دامن وی، یه بیت داره که فردا که هر کسی به شفیعی زنند چنگ، فردا که هر کسی به شفیعی زنند چنگ، ما ایم و دست و دامن معصوم مرتضی، ما ایم و
دستمون و دامنه، ما این و دست و دامن معصوم مرتضی امیرالمومنین. هیچ سنی که نمیگه که امیرالمومنین معصوم است، میگه شفاعت مثلا که ایشون داره میگه که، یعنی اینم باز از شواهده، یعنی اگه چیزای حالی سعدی هم هست، البته این من بعد از مرحوم آقا اینو دیدم و اینها که از آقا سوال کنم، ولی اینو داره که فردا که هر کسی به شفیعی زنن چنگ، ما ایم و دست و دامن معصوم مرتضی. اینم حالا که دست دل ما انشاءالله از دامان معصوم مصطفی و مرتضی علیه السلام صلی الله علیه و آله و سلم این کوتاه نشه انشاءالله تعالی، خدا کمک کنه که مسائل رو ببینیم. یک نکته دیگه هم، حالا چون اگر نکاتی یه وقت به ذهن میرسه بفرمایید، که چون آقای حاجی هم نظرشون بود که اگر کسانی نکاتی حالا یه وقت به ذهنشون میرسه تو مطالب گفتگو بشه یا ثبت بشه، ممکنه حالا به ذهن شما یک چیزی برسه که به ذهن کوچک بنده نرسه، اینم بفرمایید ما استفاده میکنیم. نکته ای، مسئله ای.